حالا کنه میگن کسی که مثلا من مالک این ساعت هستم، پس من میتونم که در این ساعت خود هر قسم چی کنم؟ تصرف کنم، نگاهش کنم، از بین ببرمش، حفظش کنم، اوسو بردمش، برای کسو بخشو بیدیم. پس رب کسی است که مالک است، مالکی، مالکی، مالک است. از این خاطر در قرآن یک دفعه میگه که رب الحمدلله رب العالمین، یعنی رب دنیا که است از تمام از این الله هست. باز در آخرت میگه مالک یوم الدین، باز تکرار میکنه که فکرتان باشه که مالک صاحب روز قیامت الله هست، این جهان در دنیا و در آخرت. ایناله وقتی که ما میگیم که الله مالک ما هست، پس هیچ کسی نیست که شعار کابل بعضی کسا هست، متاسفانه 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 مشونیدم از یک ریش سفید پیر 60 سال نماز در صف اول خوانده، حجم رفته، عبادت هم کرده، میگه این کشور کابل عاشقان و عارفان نگاه میکنه. پس ربش کی شد؟ عاشقان عارفان. چرا که رب از سید المالک المصلح، رب کی است؟ از سید المالک المصلح. آسان است یا سر؟ مالک السيد، سيد، مالك و مصلح. پس اینا هست. خب اینا لی خلاصه چیز در اصطلاح گفتیم توحید ربوبیت، یعنی توحید افعال الله هست. الله افعال خاصی داره که مخصوص خودش هست، رزاق هست، روزی دهنده هست، خلق کننده هست. پس خلاصه توحید ربوبیتی بود که ما افعال که مخصوص خالق میشه او را میشناسیم و او افعال برای مخلوق نسبت نمیده. این یکی از بخشایش است در اصطلاح افعال خالق است، توحید الله و افعالش. توحید الله و افعالش چه وقت ثابت میشه؟ فرق بین موحد و مشرک در این کلمه است، در ربوبیت. فرق بین موحد و مشرک در توحید ربوبیت چی هست؟ که در توحید ربوبیت اگر کسی افعال خالق شناخت و او را به الله عقیده کرد و به مخلوق او را نسبت نداد، این موحد است. اگر یک فعل از افعال که مخصوص خالق است او را به یک مخلوق نسبت داد، از این خاطر چی میشه؟ این از در توحید ربوبیت و الله در افعال الله شرک آورده است. از این خاطر کسایی که تعویض میتن و فعال میبینن، یکی از علت شرک و کفر از یعنی نمی است که یا بسیاری از افعال خالقه با خود چی میکنن؟ نسبت میکنن. و ای کسایی که پیش از اینا میرن یا چرا مشرک و کافر میشن؟ به خاطر از اینکه اینا اونا را با اینمی ادعایشان تایید و تصدیق میکنن. از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چی میگه در حدیث شریف؟ میگه اگر کسی پیش یک کاهن و پیش اینمی مردمای روی طالبین و پیش اینمی تاویزگرایی که ادعای ربوبیت و الوهیت میکنن، اگر کسی پیش از این میره به مجرد شیشتن 40 روز عبادت ازی از بین میره. اگر پیش یک رقاصه بیشیدی سیزه 5 دقیقه گناهگار است، 5 دقیقه شیشتی 5 دقیقه گناهگار است. اما پیش اینمی نفره که خوب لونگی سفید داره و ریش هم سر کلان داره و تسبیح هم خوب دراز داره و رفتی فقط در شیشی، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میگه که 40 روز عبادت تو از بین رفت، چرا که با شیشتن تو مردم دیگر هم چی کردی؟ تشویق کردی که این کار خوب است. اما اگر باز تصدیق کردی، چون ایمان اقرار به زبان است، با تصدیق تو تصدیق در قلب کردی که واقعا گپایی که میزنه کفریاتی که میگه ای چی هستن؟ حق است. پس اینجا میگه که با اونچه که بالای محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده میگه ای چی شده؟ کافر شده. چرا تاییدش کرد در چی؟ او ادعای ربوبیت میکنه و ای تاییدش میکنه در امی ادعا. از این خاطر عقیده را کسایی که نمیفهمن، در عقیده را نمیفهمن، مشکلشان اینه میست که اکثرا ای بیچاره دل برشان بسوزانه که عقیده را چون نمیفهمن در شرک و در کفر مبتلا میشن. وقتی که عقیده را فهمیدن باز یا از کل مردم دیگه کنه باز در تقوی ایمان خود قوی تر میشن.